به گزارش ششونیم این هفته خوش آمدید. این بار به مدارکی دست یافته ایم که نشانگر هزینه شدن 45 میلیون و 900 هزار افغانی از بودجه شورای ملی برای پرداخت کرایه خانه و دفتر کار رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی است. این عمل در مخالفت با بند دوم ماده 13 اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان قرار دارد. همین گونه در این سالها خریداری های گزافی برای ترمیم این خانه و دفتر رئیس مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی با امضای رئیس دبیرخانه این مجلس صورت گرفتند که این رقم به بیش از 4 میلیون افغانی می رسد. بانک خانه رئیس مجلس نمایندگان در بخش غربی دانشگاه کابل است، اما دو تعمیر برای خانه و دفتر او در کارته پروان قرارداد شده است. اعضای مجلس می گویند که هیچ گاهی دفتر کار و یا خانه رئیس مجلس را در کارته پروان ندیدند. اینجا مجلس نمایندگان مکانی است که سخن اول در آن از قانون و تطبیق قانون گفته می شود. در این برنامه تلاش کرده ایم تا خریداری های غیر قانونی و گزافی را برای شورای ملی، دفتر کار رئیس مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی و خانه اش را آشکار سازیم. چهره های اصلی این گزارش خدای نظر نصرت، رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان و عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این مجلسند. عبدالرؤوف ابراهیمی در سال 1389 به کرسی ریاست مجلس رسید. او از آغاز ریاستش تا کنون در بخش غربی دانشگاه کابل زندگی می کند. تنها در دو سال اول کارش خانه و دفتر کار دیگری را در کارته پروان برای خودش کرایه نگرفته بود. اما جالب اینجاست که در 5 سال گذشته 45 میلیون و 900 هزار افغانی کرایه دو تعمیر برای دفتر کار و خانه رهایشی وی در منطقه کارته پروان شهر کابل پرداخته شده است. برگه های تمدید قرارداد این تعمیرها که به دست ما افتادن نشان می دهند که موقعیت این تعمیرها در کارته پروان گفته شدند و مالک آن شخصی به نام حاجی امیرخان ولد حاجی ابراهیم باشنده اصلی کندوز است. در گفتگو با بیشتر از اعضای مجلس نمایندگان همیشان به باور هستند که هیچ گاهی برای دیدار با رئیس مجلس و دفتر کارش در کارته پروان و یا اقامتگاهش نیامدند، به خاطر که رئیس مجلس نمایندگان در قسمت عقبی خوابگاه دانشگاه کابل زندگی میکنند و بیشتر روزها دیدارهایش در داخل ساختمان شورای ملی انجام میدهند. اما در تمامی قراردادهایی که میاد قرارداد با صاحب تعمیر 14 اتاقه در این بخش از کارت پروان امضا شده، گفته شده که موقعیت این خانه و این دفتر کاری در کارت پروان وجود داره. ما تا اون روز یکم چه جایی را ندیدیم، به خاطر از اینکه هر بار با رئیس ملاقات یا در خانه‌ش هست که در پشت سیلو هست یا این در تالار دفتری که داره. ما تا اون روز دفتری که شما فرمودید ما ندیدیم، اونجا ملاقات نکردیم با رئیس. خب اول بحثی است که خود اولسی جرگه باید این موضوع را کمیسیون های است در ارتباط کار میکنه، کمیسیون مالی و بودجه، کمیسیون تفتیش مرکزی در ارتباط کار خود انجام میده، به خاطر از اینکه پولایی است که از طریق اولسی جرگه به مصرف میرسه و ما اعضای این خانه هستیم، مسئولیت داره در همه پولایی که مصرف میشه، خصوصا در از اینکه در خانه ما مصرف میشه مسئولیت ما بیشتر است و همچنین هیئت اداری باید کارهای خود انجام بده. متاسفانه اونطوری که شنیده میشه زدوبندهایی در هیئت اداری و دارالانشا وجود داره. پرسش اینجاست که رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان خدای نظر نصرت این پول را از کدام بودجه برای چنین کاری تخصیص داده است، زیرا در بند دوم ماده 13 اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان گفته شده است رئیس جرگه نمیتواند از بودجه جرگه کرایه خانه و مهمانخانه خود را بپردازد. در این 3 درخواستی دبیرخانه مجلس نمایندگان از رئیس جمهور خواهان پرداخت پول کرایه خانه و دفتر کار رئیس مجلس شده است. اما تنها کرایه سال 1395 این تعمیرها از کد اختیاری 91 پرداخته شده است و درباره کرایه سالهای 1393 و 1394
گفته شده است که از بودجه داخلی مجلس در صورت روبرو نشدن به کمبود بودجه اجرات شود و مشخص نیست که کرایه سالهای 1391 و 1392 از کدام بودجه منظور شده است. ریاست جمهوری نمیخواهد درباره این حکم رئیس جمهور درباره چگونگی پرداخت کرایه خانه و دفتر کار رئیس مجلس نظری داشته باشد. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که چنین حکم‌های رئیس جمهور که به باور آنان خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان بودند، نباید از سوی خدای نظر نصرت رئیس دبیرخانه این مجلس طی مراحل میشدند، چون در مخالفت آشکار با اصول وظایف داخلی قرار داشتند. اصول وظایف داخلی که به دستم است که چاپ شده در همین در ماده 13 و بند 2 از این میاره، رئیس جرگه نمیتواند از بودجه جرگه کرایه خانه و میمانخانه خود را بپردازد. این حیثیت قانونی به ما داره. اگر کسی خلاف این قانون عمل میکنه، در واقع او باید جوابگو باشه. یعنی ما طبق قانون باید، ما قوه مقننه هستیم، همه ما در برابر قانون یکسان هستیم. هر وکیلی، هر عزیزی که خلاف قانون کار میکنه، او متعلق به شخص او است. من میفهمم ذهنیت جا اجتماع نسبت به پارلمان یا وکلا خراب هست. این حق مردم هست. این نگرانی ها تنها به چگونگی کرایه گرفتن دو تعمیر برای رئیس مجلس نمایندگان و موقعیت آنان خلاصه نمی شود. شماری از اعضای این مجلس که میخواهند نامی از آنان گرفته نشود میگویند که چند سال پیش عبدالرؤوف ابراهیمی خانه ای که اکنون در آن زندگی میکند را از یکی از رهبران پیشین جهادی خریده است و مالک آن است. در کنار آن وی در منطقه دشت پدوله در کابل خانه دیگری اعمار کرده که نظر به قانون مستحق کرایه گرفتن خانه دیگر نمی شود. و اما در بخش ترمیم خانه کرایی برای رئیس مجلس نیز صراحت داده شده است که نباید از بودجه مجلس هزینه شود و هر گونه ترمیم خانه و یا دفتر کرایی برای رئیس مجلس مالک تعمیرها مکلفند که به چنین موارد رسیدگی کنند. این یکی از برگه های خریداری مواد ساختمانی برای ترمیم خانه رئیس مجلس است که قیمت مجموعی آن به 328,430 افغانی می رسد. 400,000 افغانی دیگر از بودجه مجلس برای نیازمندی های ساختمانی دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی در بیرون از ساختمان شورای ملی اختصاص یافته است. در این سند دیده می شود که این بار خریداری در بخش آبرسانی دفتر رئیس مجلس صورت گرفتن، در حالی که آن یک تعمیر کرایی است و نیازمندی های آن باید از سوی مالک آن تعمیر در نظر گرفته شوند. 21 قلم جنس دیگر در بخش برق و قندیل های کریستال و دیگر موارد با هزینه 367,570 افغانی برای دفتر ابراهیمی در بیرون از ساختمان شورای ملی آماده شده است. عبدالرؤوف انعامی منشی پیشین مجلس نمایندگان این گونه خریداری ها را به دفتر و خانه رئیس مجلس نگران کننده می داند. او می گوید که تمامی خریداری ها از سوی خدای نظر نصرت، رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان، پایین تر از 500,000 افغانی صورت می گیرند تا داوطلب دیگر در روند تدارکاتی آن شرکت نکند و این اجناس را بتوانند از افراد مورد نظر خودش خریداری کند. ساختمان رئیس ولسی جرگه مطابق قانون، اگر رئیس ولسی جرگه از خود تعمیر داشته باشه، عقب به کرا گرفتن مطابق قانون نداره. متاسفانه که رئیس از خود تعمیر هم داره و تعمیری خود برای خود به کرا داده و این میتونه خلاف قانون باشه. و ای اگر بررسی شوه، نه تنها موضوع بیلش، موضوع بیل برقش، بیل آبش، مصارف دیگش، بلکه حتی خود تعمیر هم نمیتونه به کرا از خودش برای خودش داده شوه. در صورتی که رئیس ولسی جرگه فاقد یک خانه است، دارایی شخصی نداره، قانون اجازه داده برش که یک خانه مناسب به کرایه بگیره. و موضوع فساد در داخل ولسی جرگه، در حیات اداری که بودم تجربه ای را که دارم، اکثرا قراردادها از 5 لک پایان در ولسی جرگه صورت میگیره. ما ای را حقیقت و ماهیتش
ظاهراً که پرسان کردیم دلایل اونایی بوده که پروسه تدارکات ملی بسیار زمانگیر است. ما کوشش میکنیم قراردادها را از 5 لک پایانتر عقد کنیم تا در صلاحیت خودمان باشه، زودتر بتانیم ساختمان را ترمیم بکنیم و رسیدگی بکنیم به مشکلاتی که در داخل ولسی جرگه وجود داره از طریق از قبیل خریداری فرنیچر یا گپای دیگه. دلایل اونا همی بوده، ولی در دو سالی که ما بودم ده ها پروژه 3 لک 80 هزار 4 لک 70 هزار منتها از 5 لک چیزی کمتر عقد قرارداد صورت گرفته. بیشتر از 300 هزار افغانی برای خرید سرد کننده های اتاق ها، نزدیک به 490 هزار افغانی برای نیازمندی های ساختمانی منزل رئیس مجلس، 498 هزار افغانی برای وسایل برقی دفتر رئیس مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی بخش دیگری از این خریداری ها بودند. تا کنون بارها سر و صداهای بسیاری درباره موجودیت زدوبندها میان برخی از اعضای هیئت اداری با رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان بلند شده است. اما یکی از اعضای مجلس میگوید که خدای نظر نصرت با فراهمسازی سفرهای خارجی و دیگر مسائل نمایندگان معترض را خاموش ساخته است. چیزی که مهم است، قبلا هم معاون اول ولسی جرگه اشاراتی داشتند، چی در قسمت پولها، سفرها، در بسیار مواردی بوده که پولهای هنگفتی از بودجه ولسی جرگه مصرف شده. متاسفانه که هیچ کس جوابگو نیست. هیچ کس وقتی اگر ما خواسته باشیم، پارسال هم عین گپ بالا شد، متاسفانه که تطمیع کردن با یک چند سفر و با چند تا تکتی که برای اروپا میرفتند یک تعداد را تطمیع کردن که ما شرم من میاد که اسم او کسایی که بسیار آدمای پاک خود معرفی میکنند به پولاهای ناچیز تطمیع شدن. متاسفانه اگر روی این موضوع زیاد بپیچیم، حتما ما حاضر هستم که در خود دارالانشای موضوع یاد بکنم که شما در مقابل یک قد فلانی رو تطمیع کردیم، فلانی هم قد شما گرفت. چیزی که مهم است که متاسفانه که پولهای بیرویه و هزینه های بیرویه در پارلمان صورت میگیره که هیچگاه کسی به کسی خبر نداره. چون این به نظر می رسد که نیازمندی های دفتر و خانه رئیس مجلس با دشواری مکمل شدند، زیرا با سم 30 قلم وسایل برقی دیگر با هزینه بیشتر از 670 هزار افغانی خریداری شدند و در خانه و دفتر کار رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی استفاده شدند. وزرا و وکلا وقتی خانه هایشان در تلویزیون ما می بینیم، واقعا تصور میکنیم که اینها در آمریکا هستن، اینها در ژاپن هستن، اینها در فرانسه هستن، به خاطر که این کاخ مجللی که میلیون ها افغانی مصرف شده با کلبه ویرانه مردم افغانستان، 70-80% مردم افغانستان، آن هم کرایی، هیچ قابل مقایسه نیست. نه تنها این از نظر قانون به نظر من اینها باید به پول چرخی روان شوند، بلکه فاجعه اینجاست که این افراد با این مصارف گزاف اولین کسانی است که 24 ساعت سنگ اسلام را به سینه میزنند. با سپری نمودن چند هفته انتظار برای پایان یافتن تعطیلی های تابستانی مجلس، چندین بار تا پشت دروازه های دفتر رئیس مجلس نمایندگان و رئیس دبیرخانه این مجلس در شورای ملی رفتم، اما هر بار پاسخ منفی دریافتم. به باور مسئولان اداری آنان، چنین مصرف هایی نباید رسانه‌ای شوند. با وجود تمامی این مداری که بر اسم ما افتادند، رئیس دبیرخانه شورای ملی و همچنان رئیس مجلس نمایندگان نمیخواهند که در این باره صحبت داشته باشند. اما پرونده ای که در این باره از طرف معاون نخست مجلس نمایندگان به لوی سرانوالی فرستاده شده هنوز هم زیر کار است و نتیجه مشخص است تا کنون به شورای ملی فرستاده نشده. در این باره انتقادهای زیادی وجود دارد و شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که دفتر کار و یا اقامتگاه رئیس مجلس در کارت پروان هرگز ندیدند و هیچ گونه مراجعین در اون بخش نرفتند.
با هر تلاشی رئیس مجلس نمایندگان و رئیس دبیرخانه مجلس حاضر به پاسخگویی نمی شوند. رئیسان دفتر آنان نیز حاضر نمی شوند در برابر دوربین سخن بزنند. بارها دفتر رئیس مجلس نمایندگان به ما وعده سپردن که در این بار با ما صحبت میکنن، اما چند باری به شورای ملی آمدیم تا بتونیم که نظر یا واکنش اینها را درباره این قراردادها و خریداری ها به خاطر دفتر و اقامتگاه رئیس مجلس نمایندگان داشته باشیم، اما بارها رفتیم به پشت دروازه‌شون و جواب منفی گرفتیم و اینها نخواستن که صحبت بکنیم و در گذشته هم میگفتن که رئیس صاحب در سفر قرار داره و این گزارش باید که فعلا نشر نشه، ولی که حالا شورای ملی آغاز به کار کرده دوباره باید صحبت بکنن. هر بار تلاش های ما بی نتیجه مونده، میخوایم یک بار دیگه باشون تماس بگیریم و نظرشون و واکنششون داشته باشیم تا ببینیم که درباره این خریداری ها و این قراردادها چی میگویند. خبر هستیم مراجعین میرم کلی کار رئیس شورا کردن نمیتونم، خود دیربازی در این اقامتگاه کردن نمیتونم دیگه، از مراجعین از موکلین از روزانه 5-6 ملاقات میشه بیرون از شورا در دفتر. شماری از اعضای مجلس تاکید می‌ورزند که با گشایش ساختمان تازه شورای ملی، همه امکانات داخلی دفترهای مقامهای شورای ملی در نظر گرفته شده بودند و مکمل بودند، اما با آن هم چندین بار از فرش گرفته تا کاوچ و چوکی‌های بسیاری به نام دفتر رئیس مجلس در شورای ملی خریداری شدند. در این خریداری‌ها نیز طوری کوشش شده که جنس های خریده شده کمتر از 500 هزار افغانی شود تا از شرکت های مورد نظر خودشان خریداری کنند. مانند خریداری کاوچ 4 تکه 8 نفری و میز چایخوری که با قیمت 425 هزار افغانی خریداری شده است. باز هم در فاصله اندکی عین جنس با همین قیمت خریداری شده است. یعنی اگر 8 تکه کاوچ چوکی یک جا خریداری می شد، قیمت مجموعی آن 850 هزار افغانی می شد و نیاز بود که داوطلب ها در این قراردادی شرکت کنند و از میان آنان یکی بتواند که این جنس ها را برای شورای ملی آماده سازد. اسم قالین بلژیکی دستبافت وطنی انخویی نقشه کشیده نیست در فهرست خریداری ها برای دفتر کار رئیس مجلس در شورای ملی جا گرفته است که دو بار این خریداری فرش ها بیشتر از 770 هزار افغانی هزینه برداشته است. دارالانشای بلوچی جرگه افغانستان یکی از نهادها و ادارات غیر پاسخگو و غیر شفاف در میان نهادهای دولتی افغانستان هست. در موارد متعدد غیر شفاف بودن کارشان و غیر پاسخگو بودنشان ثابت کردند. در عرصه دسترسی به اطلاعات برای نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای بر قانون دسترسی به اطلاعات توجهی نکردند و تقاضاهای نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای را بدون توجیه رد کردند. در قسمت تدارکات در سطوح پایین و وسطی مسئولیتش برمیگرده مکمل به دارالانشای ولوسی جرگه که بخش اجرایی ولوسی جرگه هست و برداشت‌های ما و مشاهدات ما از این پروسه‌ای هست که تدارکات افغانستان در سطوح وسطی و پایینی به صورت جدی مشکل داره. دو ماه پیش معاون نخست مجلس نمایندگان به دلیل آنچه که نبود شفافیت در قراردادها و موجودیت کارمندان خیالی در شورای ملی خواند، خدای نظر نصرت را به لوی سرنوالی معرفی کرد. در این مدت تلاش بسیاری نمودیم تا نظر لوی سرنوالی را بگیریم، اما هنوز مشخص نیست که چرا فعالیت لوی سرنوالی در بخش حقیقت یابی قراردادهای شورای ملی آغاز نشدند. سرانجام به مکتوبی دست میابیم که به این پرسش پاسخ میدهد، مکتوبی که دفتر رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان به ما میدهد. در این مدت که باید رسیدگی جدی میشد این کار صورت نگرفته و حتی سارنوالان از اداره لوی سارنوالی برای بررسی موضوع به مجلس نمایندگان نیامدند. در تازه ترین
مکتوبی که از آدرس مجلس نمایندگان به لویسان ولی فرستاده شد و به دست ما افتاده است نشان می‌دهد که رئیس مجلس نمایندگان از اداره لویسان ولی خواسته که به این موضوع پایان بدهد و بررسی در این باره نداشته باشد. نمایندگان مجلس از این موضوع نگرانی می‌کنند و می‌گویند که بستن دست نهادهای عدلی و قضایی از رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند که فساد بیشتری ایجاد کند. در این مکتوب عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان به لوی سرانوالی گفته است که شکایت معاون نخست مجلس از خدای نظر نصرت فاقد اعتبار بوده نیاز به هیچ گونه اجراءات در زمینه نمی باشد. او در این مکتوب رئیس دبیرخانه مجلس را شخصی صادق گفته است. حقوقدانان فرستادن چنین مکتوبی را از سوی رئیس مجلس نمایندگان به لوی سرانوالی خلاف قانون و گامی برای زیر پرسش بردن لوی سرانوالی می دانند. در مطابقت با قانون اجرات جزایی افغانستان هرگاه ارتکاب جرمی از طریق رسانه ها ناشر میشه، از طریق استغاثه، ادعا و یا طلب از طریق اشخاص افراد مطرح میشه، لوی سرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان ارگان تحقیقی و پلیس به عنوان ارگان کشفی مکلف به رسیدگی به او هستند. هیچ ارگان دیگه به شمول قضا و یا قوه مقننه حق تصرف یا حق معطل قرار دادن تحقیقات و یا بررسی ها را ندارند. و همچنان در مطابقت با ماده 135 قانون اساسی افغانستان فقره دوم، لوی سرانوالی جز قوه اجرایه ولی در اجرات خود کاملا مستقل است. بنابر از این حکومت هم نمیتونه در این زمینه دسترسی یا تصرفی داشته باشه. در میان تمامی برگه‌های خریداری قیمت گل‌های خریداری شده برای مجلس نمایندگان جالب‌تر از همه اند. مخصوصاً 12 گلی که هر کدام به ارزش 50,000 افغانی خریداری شدند، گل‌هایی که تایلندی یاد شدند و تا کنون از سوی کسی در شورای ملی دیده نشدند. همین گونه در چند سال گذشته بحث مقرری‌های کارمندان بالمقطع از سوی دبیرخانه مجلس نمایندگان با انتقادهای بسیاری روبرو شدند. رئیسی در انشای ولسی جرگه در طول 7 سال فساد بسیار گستردی را انجام داده که شاید از هیئت اداری ولسی جرگه هم با اونا کسان باشه که دخیل هستند. و ما اسناد را که در موردش پیدا کردیم اصلا مامورینی که به این کشور از نیت پاک کار میکنن و اسنادشان را به ما ارائه کردن. و امروز خبر شدم که آقای نصرت از او تعداد 400 نفره که ما گفته بودیم که بالمقطع غیر قانونی استخدام شده 217 نفرش امروز منفک کردن. در این باره نیز آقای نصرت و رئیس مجلس نمایندگان نخواستند حرفی داشته باشند. نمایندگان مجلس میگویند که باید تمامی خریداری ها و قراردادهای مجلس از سوی یک نهاد معتبر بررسی شوند. آنان تاکید می‌ورزند که اگر قانون در مجلس نمایندگان زیر پا شود، نباید انتظار تطبیق قانون در بیرون از ساختمان شورای ملی را داشت.